فاصله بگیر تو را خدا. دست کم 56 کشته در مراسم تشییع قاسم سلیمانی. در 60 دقیقه میپرسیم جمعیت پرشمار در خیابان به ما چه میگوید. همچنین در برنامه امشب به بغداد میرفت به عنوان یک ماموریت دیپلماتیک. آیا هیچ کس اینجا باور میکنم چیزی رو در هیچ برهه از تاریخ آیا همچین اتفاق افتاده که این مرد مهربان، این دیپلمات عالی و ماهر مشغول انجام ماموریت صلح بوده؟ بعضی از شما همینجا دارین رد ماموریت دیپلماتیک قاسم سلیمانی در عراق. مایک پومپئو میگوید اظهارات ظریف درباره ماموریت سلیمانی تبلیغات است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید سلیمانی دوست بریتانیا نبود و عامل مخربی بود در منطقه. ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. و واکنش یونسکو به تهدید ترامپ درباره هدف قرار دادن مراکز فرهنگی در ایران. آمریکا باید به تعهدات بین المللی در جنگ پایبند باشد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران امروز در کرمان زادگاهش انجام شد. مراسمی که در آن 56 نفر به دلیل خفگی جانشان را از دست دادند و بیش از 200 نفر مجروح شدند. مراسم تدفین آقای سلیمانی در حالی انجام شد که شمار کسانی که در این مراسم شرکت کردند برای بسیاری قابل پیش بینی نبود. اما این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات است یا بیعتی ماندگار با حکومت؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرین آسمی. خاکسپاری قاسم سلیمانی در زادگاه او کرمان، مراسمی که به علت ازدحام جمعیت و کشته شدن ده‌ها نفر از شرکت کنندگان به تعویق افتاده بود. تعداد زیادی هم زخمی شدند. مقام‌های برگزار کننده همه از گرفتن انتقام سخت صحبت کردند. انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده، مطمئن باشید. سوگوار این. حالا لحن مقام های جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا هم تندتر شده. آمریکا با ترور یکی از مقامات ارشد نظامی ایران باب روش‌هایی را باز کرده است که دیر یا زود گریبان خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت. اما در یک جمله، پایان حضور شرور آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز شده است. با این اقدام سفاکانه آمریکا امروز شورای نگهبان طرح سفاریتی مجلس برای تروریستی دانستن وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را به نام انتقاد سخت تایید کرد. این طرح در مجلس با 288 رأی موافق، 0 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از میان 232 نماینده تصویب شد. پیش از این در اردیبهشت ماه مجلس در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا فرماندهی مرکزی آمریکا را تروریست خوانده بود. حالا وزارت دفاع هم به این فهرست اضافه شده. مجلس همچنین برای 2 ماه پایانی سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی را به نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص داد. جمهوری اسلامی میگوید در پی انتقام خون قاسم سلیمانی است. آمریکا اما گفته هر گونه حمله ای با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. فرین آسمی کماکان با ماست و جزئیات این خبر رو دنبال کرده. فرین، بیشتر از جزئیات خبر بگو. جزئیات تا اونجایی که مشخص شده، همونطور که گفتیم 56 نفر در ازدحام جمعیت کشته شدن. رئیس سازمان اورژانس ایران گفته 213 نفر هم مصدوم شدن که 67 نفرشون الان در بیمارستان بستری هستن، 8 نفرشون در بخش مراقبت‌های ویژه هستن و وضعیت پایداری دارن، ولی به هر حال مصدومیتشون جدیه. 35 نفر از کسانی که کشته شدن مرد هستن و
21 نفرشون زن هستن. کشته شدن این تعداد زیاد از افراد که خب یک فاجعه بود برای خودش، باعث شد که مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی تحت شعاع قرار بگیره، به تعویق بیفته. از مردم خواهش کردن که اونجا رو ترک بکنن، مسیرهایی رو که اومده بودن در کنار بهشت گلزار شهدایی که قرار بوده اونجا آقای سلیمانی رو دفن بکنن. به خاطر همین اصلا کلا قضیه تحت شعاع قرار گرفت. این مسئله برای جمهوری اسلامی یک نمایش قدرتی بود. آقای سلیمانی رو در شهرهای مختلف تابوتش رو گردوندن، به غیر از اینکه در عراق اون رو در بغداد، کربلا و نجف بردن، در اهواز بردنش، مشهد، تهران، قم و امروز هم در کرمان. یک تبلیغات خیلی زیادی براش کرده بودن که خب به هر حال این مسئله باعث شد که برنامه تو اونجوری که پیش بینی کرده بودن نتونه انجام بشه و خب تبلیغاتشون یه مقداری به تاخیر افتاد و درش اختلال ایجاد شد. یه تصویری ما داریم از ازدحام جمعیت در کرمان قبل از این که این اتفاق بیفته، موقعی که خیلی شلوغ بوده. اگه موافق باشی با هم ببینیم. برمیگردیم. دقیقاً چه اتفاق افتاده؟ چون یه ویدیویی از زاویه مشابه من دیدم که کسی که داره فیلم میگیره هی فریاد میزنه برین تو کوچه، برین تو کوچه. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این همه آدم کشته شدن؟ اتفاقی که افتاد این بود که از طرف میدان آزادی جمعیت زیادی داشت حرکت میکرد به طرف خیابون بهشتی. خب خیلی هم تو نقشه که نگاه میکنیم و تصاویری که میبینیم، میبینیم که خیلی خیابون عریضی نیست این خیابون بهشتی. مردم داشتن حرکت میکردن، ماشینی که تابوت آقای سلیمانی توش بوده اون هم داشته حرکت میکرده. خب یه مقداری از عرض خیابون رو هم گرفته، باعث شده که خب جمعیت فشرده تر بشن. در تصاویری که دیدیم از این خیابون و مخاطبان بی بی سی فارسی برامون فرستادن، بلوک های سیمانی هم در این خیابون بهشتی وجود داشته. بنابراین اینها باعث شده که خب مردم نتونن خیلی راحت حرکت بکنن و فضا کمتر شده. خیلی از مردم تصمیم گرفتن که به خیابون های فرعی اطراف برن. دو تا خیابون فرعی بوده به اسم فروغ و ارجمند که اینها هم خیابون های باریک هستن و خیابون‌های فرعی به این صورت بوده که تنها یک طرف راه داشته، راه برگشتی نداشته. یعنی هر کسی که می‌رفته و اونجا وسط جمعیت گیر می‌کرده دیگه نمیتونسته برگرده. به خاطر همین خیلی‌ها اون وسط موندن و زیر دست و پا له شدن، خیلی‌ها افتادن زمین. مخاطبای بی بی سی که با ما تماس گرفتن بعضی‌هاشون می‌گفتن که خیلی‌ها افتادن زمین، مردم بلندشون کردن و اگر این اتفاق نمی‌افتاد حتی ممکن بود که افراد بیشتری هم کشته بشن. ولی خب به هر حال یه عده‌ای نتونستن نجات پیدا بکنن، اون زیر دست و پا و راه برگشتی هم نداشتن. و بعدیش هم این بوده که موقعی که آمبولانس میاد، حتی آمبولانس عرض کوچه رو بیشتر میگیره، مردم خیلی هاشون بین آمبولانس و دیوارها میمونن و خب این باعث میشه که خیلی بیشتر صدمه ببینن و آسیب بیشتری ببینن. یک تصویر هم داریم از لحظه ای که آمبولانس اومده توی خیابون و داره کمک میکنه مردم رو سوار بکنه. ببینیم با هم دیگه، میبینیم که خیلی باز هم همچنان جمعیت زیاد هست اونجا. خیلی عجیبه. فهمیدم به هر حال از روز جمعه فرصت داشتن برای اینکه این بلوک های سیمانی که بهش اشاره میکنی بردارن، شهر رو آماده بکنن برای این مراسم. اما حوادث این چنینی در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. بقیه کشورها چه کار کردند که تکرار نشه این حوادث؟
حوادث واقعا اتفاق افتاده. یک حادثه که میتونم بهش اشاره بکنم در سال 1989 بوده، 31 سال پیش در بریتانیا، مسابقه فوتبال بوده بین لیورپول و ناتینگهام فارست در استادیو هیلزبرو که خیلی هم معروف شد این قضیه. 96 نفر کشته شدن به خاطر ازدحام جمعیت. دادگاه‌های زیادی برگزار شد، شکایت‌های زیادی شد، پلیس در این جریان مقصر شناخته شد. از اون به بعد قانون عوض شد، اومدن قبل از اون مسئله در استادیوم‌ها دور زمین فوتبال حصار وجود داشت. از اون به بعد اومدن این حصار رو برداشتن به خاطر اینکه دیدن این داره به مردم آسیب میزنه. ممکنه که حالا مثلا یک تماشاگری بیاد وسط زمین، ولی خب کشته شدن مردم خیلی مهمتره. به خاطر همین قانون رو عوض کردن، دیگه حصار نذاشتن. یک سری اقدامات اینچنینی وجود داره که خب این تجربه بوده که کمک کرده و اومدن قانون رو عوض کردن و باعث شدن که آدمای بیشتری کشته نشن. ولی خب در ایران هم باید ببینیم که چرا مدیریت نکردن. یعنی باید این جمعیتی که وقتی که فرا میخونن میگن که بیاین و شرکت بکنین در این تشییع جنازه، باید تدابیری هم براش در نظر بگیرن که مردم آسیب نبینن و از کشته شدنشون یا ازدحام جمعیت جلوگیری بشه در این وسط. متشکرم فرینه آسمی همکارم. مرگ قاسم سلیمانی، تهدیدهای دونالد ترامپ و فضایی که بعد از آن تهدیدها ایجاد شد، بهانه‌ای به دست تندروها در ایران داده تا فضای سیاسی را محدودتر کنند. این برخوردها و شاخوشانه کشیدنها نشان می‌دهد که حکومت هیچ انتقادی را برنمی‌تابد، حتی آنها که از آرامش و گفتگو سخن می‌گویند. مریم افشان گزارش می‌دهد. صدها هزار نفر برای خداحافظی با قاسم سلیمانی امروز در کرمان به خیابان‌ها آمدند. مرگ او ضربه بزرگی برای حکومت ایران بود، هرچند تا حدودی توانست شکاف به وجود آمده بین مردم و حاکمیت را پس از وقایع آبان ماه پر کند. خیلی جمعیت و حضور پررنگ طرفداران قاسم سلیمانی در بسیاری از شهرهای ایران نه تنها باعث نشد که حکومت کمی فضا را بازتر کند، بلکه تندروها در تلاشند تا هر روزنه ای را به بهانه جنگ ببندند. روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود از آغاز فصل جدیدی میگوید و تهدید میکند که باید با کسانی که دم از انفعال و نرمش میزنند به عنوان وطن فروش و نفوذی معامله کرد. دستگاه‌های امنیتی و مراجع قضایی پیگیری کنند که از آشوب نیابتی 88 و شعار نه غزه نه لبنان تا فشار برای خودتحریمی FATF و سپس جنگ حراسی و گفتن اینکه انتقام نگیریم، چرا این همه تطابق میان طیف مذکور با منویات آمریکا وجود دارد. روحیه بی‌غیرتی محافظه‌کارترین و بزدلترین دشمنان را هم گستاخ می‌کند. البته کسی برای انتقام از آمریکا معطل همراهی منافقین نمی‌ماند، بلکه یکی از ضرباتی که به آمریکا باید زد، زدن همین حلقه مرجفون است. مرجفون اصطلاح قرآنی است که به کسانی که علیه پیامبر اسلام دروغ و نفاق افکنی می‌کردند گفته می‌شود. این تصاویر اعتراض به سخنان شهاب الدین بی‌مقدار را نشان می‌دهد. این نماینده مجلس در جواب این سوال که پاسخ به آمریکا درباره کشته شدن سلیمانی چیست، گفته بود پیشنهادش خیشتنداری و مذاکره بین ایران و آمریکاست. نماینده مردم تبریز در مجلس بعد از حمله معترضان به دفترش گفت اگر موجب ناراحتی مردم شده از همه عذرخواهی می‌کند. در روزهای گذشته 4 نفر در اصفهان به اتهام توهین به قاسم سلیمانی بازداشت شدند. روز شنبه مدیر مسئول وبسایت خبر آنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره مرگ قاسم سلیمانی که توهین‌آمیز تلقی شده به مراجع قضایی احضار شده بود. گفته می شود این وبسایت خبری در یک خبر اقتصادی درباره واکنش بازار از واژه کشته شدن به جای شهادت استفاده کرده. مدافع حرم برگشت. قدرت نمایی خیابانی به بهانه مرگ قاسم سلیمانی این فرصت را به حکومت داد تا شکافی را که بسیاری معتقد بودند بعد از اتفاقات آبان ماه دیگر پر شدنی نیست پر کند. اما از سوی دیگر مخالفان میگویند هیچگاه اجازه حضور خیابانی و اعتراض در امنیت را نداشتند. آخرین نمونه اینجاست. بهشت سکینه در روز 5 دی ماه و در مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. نه تنها بسیاری از افراد خانواده در این روز در زندان بودند که حضور پررنگ نیروهای امنیتی مانع از هر نوع تجمعی در این گورستان شد. همه اینها در حالی است که هنوز نه آمار دقیقی از کشته شدگان حوادث آبان ماه اعلام شده، نه خانواده‌های آنها اجازه پیدا کردند آن گونه که می‌خواستند عزاداری کنند. مریم افشنگ، BBC.
عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از شهر پالو آلتو با ماست. آقای میلانی، خوش آمدید به برنامه. جمعیتی که شرکت کرد در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی جمعیت چشمگیری بود. به ما چی میگه این حضور خیابانی؟ من فکر میکنم بیش از هر چیز میگه که سلیمانی شخصیت متفاوتی بود، مردم بهش اعتماد داشتن، او رو متفاوت از بقیه سرداران سپاه میدونستن، از جنس رضایی ها نبود، کسی بود که اکثر فعالیتش در خارج از ایران بود، گرچه در ماه های اخیر نیروهای تحت امرش در ماهشهر ظاهرا در سرکوب شرکت داشتند، در گذشته هم اعلامیه علیه خاتمی داد، ولی به نظر من شخصیت متفاوتی بود. و رژیم هم یه برنامه بسیار دقیقی برای تلطیف چهرش از سالها پیش به گمان من راه انداخته بود. هم شخصیتش با اون برنامه میخوند و هم اون برنامه‌ای که براش ریختن اون رو آدم متفاوتی کرد. و کار آمریکا که به گمان من کار اشتباهی بود، کار خلاف قانون بود و خلاف مصلحت خود آمریکا، دامن زد به این. من این حرکت مردم رو بیشتر از هر چیز یک سوگ ملی میدونم و یک حرکت علیه جنگ میدونم. بیعت با رژیم به گمان من نیست، برای اینکه شرایط رو مردم خیلی بهتر از رژیم به گمان من میفهمن. آقای میلانی، حاکمیت چطور این حرکت رو میبینه؟ آیا این حرکت رو در واقع بیشتر تایید خودش میدونه و اعتبار میگیره ازش، یا اینکه این رو یک حرکت ملی میبینه؟ ببینید، حاکمیت الان 40 ساله از هر حرکتی که در خیابان شده سعی کرده به نفع خودش بهره برداری کنه، از حرکت‌های انتخاباتی که آشکارا مردم به مثلا انتخابات میرن شرکت میکنن برای اینکه رأی نه به وضع موجود بگن، اونها رو به عنوان بیعت تلقی میکنن. ولی این فرصتی بود براشون که سعی کنن التیام بدن زخم‌های رو، سعی کنن یک در واقع این سوگ ملی رو به یک وحدت ملی تبدیل بکنن. ولی صحبتایی که این گزارش بسیار خوب شما بهش اشاره میکنه، اعلامیه هایی که همین امروز صادر شده از طرف مقامات رژیم که به خاک و به خون میکشیم، بگیر و ببندها، تهدیدها، تشرها، همه اینها نشون میده که بصیرت استفاده از این لحظه رو ندارن. غافل از این هم هستن که این شعارهایی که میدن در ایران، این تهدیدهایی که میکنن در آمریکا، به نیروهایی کمک میکنه که خواستار حمله به ایران هستن. در آمریکا دو گروه هست الان، یه گروه که نمیخواد این جنگ بشه، در خود رژیم آمریکا رو عرض میکنم، ایرانیان خارج رو نمیگم، در خود رژیم آمریکا هم این اختلاف وجود داره، دموکرات‌ها نمیخوان این جنگ بشه، ولی هر دفعه این بلاهت‌هایی که بعضی از این مقامات اعلام میکنن، تهدید میکنن، تهدیدهای خطرناک میکنن، به گمان من حتی دست مخالفان جنگ با ایران رو در آمریکا هم میبنده. و من نگرانیم از این رژیم نیست، نگرانی من برای ایرانه، برای اینکه واقعا اگر این جنگ بشه ایران صدمه میبینه. و متاسفانه عده‌ای در ایران، حاکمیت در ایران، بخش بسیار مهمی از حاکمیت در ایران و عده‌ای هم در خارج، عده‌ای از منادیان جنگ در خارج، عده‌ای از ایرانیان متاسفانه منادیان جنگ در خارج، حاضرن بر ویرانه ایران کمک بکنن، که این به نظر من تراژدیه. آقای میلانی، عده‌ای از کارشناسان و ناظران سیاسی معتقدند که این حضور پر جمعیت خیابانی این پیام رو به آمریکا داد که مردم ایران حمایت می‌کنند از حکومت. آیا فکر می‌کنید که در آمریکا چنین برداشتی شده از این حضور؟ در آمریکا به نظر من دو تا برداشت متفاوت است. سعی کردن در آمریکا بگن که این تمام این حرکت ساختگی بود، رژیم تحریک کرده بود، رژیم نمی‌دونم اتوبوس فرستاده بود. من فکر می‌کنم اون تعبیر چندان محل اعتنا نیست، برای اینکه گرچه رژیم تمام تلاشش رو کرد که این رو یک واقعی بزرگ بکنه، شما تبلیغات رادیو تلویزیون رو در دو سه روز اخیر نگاه بکنید، از ایران بگیرید تا همایون شجریان بگیرید تا روضه‌خونه بگیرید تا مداحی بگیرید تا سرباز میهن گفتن اون بگیرید، همه تلاش رو کردن برای اینکه این گنده بشه، ولی تلاش اونها به گمان من عامل اصلی نبود. سلیمانی یه جای متفاوتی داشت، این تلاش‌ها رو فردا برای جنتی بکنن 10,000 نفر در تهران نخواهد اومد.
آقای میلانی، در نهایت فکر میکنید که بعد از این حوادث فضا در داخل به سمت آشتی ملی پیش خواهد رفت، یا اینکه نه کماکان فضای اختناق و سرکوب ادامه پیدا میکنه؟ متاسفانه تمام شواهدی که تا به حال دیده میشه اینه که بی‌بصیرتی حاکمیت، بی‌بصیرتی به قول خودشون نظام، اینها را به این جهت رهنمون خواهد کرد که از این استقبال مردم نه برای یک آشتی بلکه برای تشدید خفقان استفاده بکنند. صحبت هایی که خود شما پخش کردید، صحبت هایی که این مردکی که تئوریسین سپاه هست و مرکزی رو که اداره میکنه، مرکز جیو استراتژیل و نمیدونم از این خزعبلات در عنوان مرکزش هست، ببینید چه تهدیدهایی علیه مخالفین میکنه، ببینید چه تهدیدهایی علیه هر کسی که کوچکترین حرفی متفاوت با حرف آقای خامنه‌ای زده تو این فضا، و با در نظر گرفتن این که بحرانی که در ایران وجود داره، بحران اقتصادی که در ایران وجود داره و این چند میلیونی، چند صد هزاری، هر چند رقمی که قبول دارید که آمدن، اون بحران رو حل نخواهد کرد. بحران اقتصادی شدیدتر خواهد شد و اون به جای تلاش در حل اون بحران، اینها سعی خواهند کرد که با خفقان جلوی هر نوع اعتراضی رو بگیرن و دوباره نه خود رژیم رو فقط، بلکه ایران رو به گمان من با یک خطر جدی رو بوم کنن. متشکرم. عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در کنفرانسی خبری در واشنگتن از عملیاتی که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شد دفاع کرد. او گفت این تصمیم اقدامی مشروع بوده که بر اساس اطلاعات موجود گرفته شده. خبرنگاران درباره عدم صدور ویزای آمریکا برای محمد جواد ظریف هم از او سوال کردند. ما درباره مسائل ویزا ابراز نظر نمی کنیم. این مربوط به دپارتمان ویزا ما میشه. سفر آقای ظریف به ایالات متحده، ما همواره در این باره با تعهدات خودمون، به تعهدات خودمون در چارچوب پروتکل سازمان ملل متحد بودیم و همچنان این کار رو خواهیم کرد. اما در برای این سوال بحث اطلاعات و اینکه چقدر این حمله قابل پیشبینی بود، من باز هم باید بگم هر وقتی که پرزیدنت ترامپ یک تصمیمی با چنین اهمیتی انجام میده، تصمیمی با چنین اهمیتی میگیره، قطعات مختلفی از این پازل هستن که به او ارائه میشن و او با بهترین اطلاعات موجود از جامعه اطلاعاتی ما و از تیمهایی که در میدان حضور دارن بهترین تصمیم رو میگیره با توجه به خطرهای نهفته در اون، فرصت‌ها و خطرها. و ما میتونستیم به روشنی ببینیم که نه فقط سلیمانی، همه کارهایی که ما بارها ذکر کردیم، قتل عام‌ها در سوریه، نابودی کشورهایی مثل سوریه، لبنان و عراق و نقض حق حاکمیت این کشورها، نقض حق اون کشورها برای تعیین سرنوشت خودشون، همه اینها کارهای سلیمانی بود و ما دیدیم که همچنان داشت ادامه میداد به کمپین تروریسم خودش در منطقه. دیدیم که چه اتفاقی افتاد در پایان سال گذشته در دسامبر که در نهایت به مرگ یک شهروند آمریکایی انجامید. بنابراین اگر ببینید همه این قطعات رو، همه این المان‌ها رو می‌بینید که در نهایت داشت می‌برد رو به اون سمت، و بعد اضافه بر اون در نهایت ما بعد به اون اضافه کنیم فعالیت خودمون رو علیه این شخص که شبکه‌ای از تروریست‌هایی رو که میتونست به مرگ بسیاری بسیاری آمریکایی‌های دیگر منجر بشه داشت کنار هم می‌چید، و بنابراین این یک کار عالی بود که ما انجام دادیم و پرزیدنت ترامپ یک تصمیم و یک رویکرد کاملا مشروع و قانونی و مناسب رو گرفت که این کاملا منطبق با استراتژی ما بود برای مبارزه با اقدامات خطرناک ایران. خبرنگار ما بهمن کلباسی از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، هم وزیر خارجه هم وزیر دفاع در ساعات گذشته درباره ایران صحبت کردند. در این نشست خبری کوتاهی که آقای پومپئو داشت بود که ازش دوباره در مورد همین مسئله، این که فوراً قریب الوقوع قرار بوده آقای سلیمانی دست به یک اقدامی بزنه، اطلاعاتی که منجر بشه که قانع بشن نمایندگان کنگره که واقعاً چنین چیزی بوده رو ازش پرسیدن و باز هم جوابی نداد. در واقع تفره رفت از این که بگوید دقیقاً آیا چنین اطلاعاتی وجود داره یا نه. همینطور که شنیدیم حرف از این زد که اگر رئیس جمهور چنین کاری کرده حتما اطلاعات وجود داشته، و از اون فراتر سوال دیگری هم در مورد حقوقی بودن و قانونی بودن این
به اصطلاح ترور یا قتل ازش پرسیدن، در جوابش این بود که قطعا در همه مواردی شبیه به این تمام کسانی که وکلای دولت هستند نگاه میکنن به قوانین موجود و بر اساس اون عمل میشه، بدون اینکه وکلا نگاه کنن و بگن که قانونی و حقوقی بوده ما همچین حمله رو انجام نمیدادیم. ولی وقتی ازش پرسیدن که آیا میدونی دقیقاً چه کسانی، گفت که حتما بوده و همین جهت این دو در رسانه مورد توجه قرار گرفت. در مورد آقای ظریف هم مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، آقای اوبراین، یه مقدار حرف متفاوتی زد، گفت که صلاح ندیدیم که در این مقطع وارد بشن. خود آقای ظریف تایید کرده که با دبیرکل سازمان ملل آقای پومپئو تماس گرفته و گفته است که ما وقتشو نداریم، که فرصت کافی برای دادن این ویزا نیست. در نتیجه به نظر میاد که توضیح‌های متفاوتی در مورد اینکه چرا این ویزا صادر نشده دادند. از منابع ایرانی من شنیدم که اول ماه دسامبر به اصطلاح اپلیکیشن تقاضای ویزا رو دادن، در نتیجه بیشتر از یک ماه از زمانی که داده شده گذشته. به هر تقدیر آقای پومپئو تلاشش این بود که تاکید بکنه برای اینکه تصمیم آقای ترامپ هم حقوقی بوده، هم واقعا یک خطری رو آقای سلیمانی بلافاصله درش دست داشته. آقای اسپر وزیر دفاع هم مصاحبه داده به شبکه سی ان ان و گفته است به این حرفی که در ایران میزنند که گفته شده که اگر جنگ آغاز بشه ما تمامش میکنیم، در ایران این شعار رو هم شنیدیم، گفت که ما هم میتونیم تمام کنیم، ما هم کاملا مطمئنیم و اطمینان داریم به تواناییمون که اگر جنگ شروع بشه خودمون هم جمعش میکنیم و پایانش میرسونیم. ولی تاکید کرده که ما دلمون میخواد که وضعیت و بحران و تنش کاهش پیدا بکنه. این کاهش تنش تبدیل شده به حرفی که هم آقای پومپئو هم آقای اسپر در کلام میزنن، صرف نظر از اینکه ناظران ممکنه بگوین اعمالشون کاملا متفاوته، ولی در کلام این تاکید بر کاهش تنش رو از زبان آقای اسپر هم شنیدیم در این مصاحبه که امروز انجام داد. متشکرم بهمن کلباسی، خبرنگار ما در نیویورک. سیکورت نیوباور، تحلیلگر مسائل کشورهای حوزه خلیج فارس، از واشنگتن دی سی با ماست. آقای نیوباور، یکی از بحث‌های داغ روزهای گذشته مسئله خروج نیروهای خارجی از عراق بوده. شنیدیم که وزیر دفاع آمریکا کمی پیش اعلام کرد که مهمه که آمریکا نیروهاش کماکان در عراق حضور داشته باشند، خصوصا برای مقابله با داعش. اما یه فضا رو به شکلی می‌بینید که آمریکا بتونه کماکان نیرو هاشو در عراق نگه داره؟ Yes, absolutely. I think it's important to. بله، قطعاً فکر کنم مهمه که تاکید بکنیم که اگرچه هم دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان اختلاف نظر دارن درباره اینکه آیا این عملیاتی که پرزیدنت ترامپ دستورش رو داد برای کشتن جنرال ترامپ، جنرال سلیمانی، در این مقطع حرکت مثبتی بود از نظر استراتژیک، باید گفتش که اختلاف نظری ندارن در اینکه باید در عراق ماند و اینکه جنرال سلیمانی مسئول کشته شدن بسیار از سربازان آمریکایی بود. بنابراین در بدنه سیاسی رهبری آمریکا وقتی که بحث حفظ نیروهای آمریکایی در عراق باشه، با هم دیگه متحد هستن و هم نظر هستن. بحث اصلی در ایالات متحده الان اینه که آیا باید به کنگره پیش از تصمیم ترامپ قضیه رو اطلاع میدادن یا خیر، ولی میبینیم که در شرایط اینچنینی هیچ فشاری علیه روی دولت آمریکا نخواهد بود که نیروها را از عراق خارج کنه و پرزیدنت ترامپ هم گفته که اگرچه یک مقدار سوء تفاهم شده بود در مورد تصمیم او، در مورد نظر او برای تصمیمش برای اینکه نیروهای عراقی نیروهای آمریکایی بمونن در عراق، خیر قصدش اینه که اونها رو نگه داره. البته طبیعیه که در آمریکا فشاری روی دونالد ترامپ نیست برای خروج نیروها از عراق، اما در داخل عراق این خواسته وجود داره. قطعنامه‌ای در مجلس تصویب شده، به هر حال تصمیم و رأی مردم عراق چه میشه؟ Yes, you're absolutely correct about the Iraqi Parliament's resolution. بله، شما درست میگید درباره قطعنامه یا مصوبه مجلس عراق، ولی باید تاکید بکنیم که هیچ کس خواستار این نیست که
داعش دوباره ظهور کنه، دوباره رشد کنه و دوباره شاهد تروریسم فرامرزی باشیم که در عراق برای خودش جایگاه و پایگاهی پیدا میکنه. بنابراین ایالات متحده نقش کلیدی داشته در پایان دادن به قائله داعش و همزمان میدونیم که کردها و سنی ها هم که نقش مهمی در این قضیه ایفا کردن، اونها هم نمیخوان که آمریکا عراق رو ترک کنه، چون اونها در کنار بسیاری دیگر از شیعیان عراق میخوان که عراق کشور مستقل و دارای حق حاکمیت باشه و میدونن که اگه کنه ایران به احتمال خیلی خیلی زیاد همچنان این کشور رو به سمت بی‌ثباتی بیشتر خواهد برد. بنابراین این جور لفاظی‌ها که از جانب دولت عراق شاید بشنویم به نظر من بیشتر در حد همون لفاظی هست، اما اگر بخوایم قضیه رو تحلیل کنیم دولت عراق به احتمال بسیار زیاد از آمریکا نخواهد خواست که این کشور رو ترک کنه. آمریکا به کرات گفته که به نوعی مهمان در کشور عراق و به دعوت دولت عراق اونجا حضور داره، اما زمانی که این قطعنامه تصویب شد بلافاصله دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر نیروهای آمریکایی اخراج بشن این کشور رو تحریم میکنه. این چه مهمانی هست که برای خروج تهدید میکنه میزبان رو؟ Well, there's plenty not to like about the President Trump. خب خیلی چیزا هست که ممکنه درباره پرزیدنت ترامپ ازش خوشمون نیاد، مثل لحن او گاهی وقتا، نوع کلام او، ولی در نهایت این سبک او هست، استیل او هست، این نحوه عمل کردن او هست و در حال حاضر ما خب شاهد یک آشوبی در منطقه هستیم و شاهد لفاظی‌های شاید زمان جنگ باشیم، ولی خب باید بدونیم که در نهایت امر بعد از اینکه ایرانی‌ها پهپاد آمریکا رو ساقط کردند، بعد از اینکه ایرانی‌ها حمله کردند به تأسیسات نفتی سعودی‌ها، پرزیدنت ترامپ باز لفاظی‌های قوی رو ارائه کرد اما پاسخ قاطعانه‌ای نداد و خیلی از تحلیلگرا معتقدند که ایران بعد از اون به این نتیجه رسید، این نتیجه‌گیری رو کرد که ترامپ یک ببر کاغذ نیست و بنابراین وقتی که کار به کشتن قاسم سلیمانی کشید، ترامپ این بار بود که در اقدام خودش، در واقع اقدام او همسو و همسنگ لفاظی‌های پیشین او بود. بنابراین همونطور که مقام‌های آمریکایی گفتن، اونها بر این باور بودند که ایران در شرف حمله قریب الوقوع به منافع آمریکا بود. بنابراین ترامپ منافع استراتژیک کشور خودش رو مقدم قرار داد. او باید از کشورش، از طرفداران، از شهروندانش و از حامیان خودش دفاع کنه، اگرچه ممکنه بعضی‌ها این شیوه رو نپسندند، ولی این در نهایت رئیس جمهوری است که در آمریکا بر سر کار هست. متشکرم. سیگورد نیوباور، تحلیلگر مسائل کشورهای حوزه خلیج فارس. و اما برای گفتگوی بیشتر درباره تحولات امروز، امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانای آمریکا با ماست و پرهام فرهنگ‌وصال، کارشناس حقوق بین‌الملل از ژنو سوئیس. خوش آمدید آقایان به برنامه. آقای صوفیامهر، با شما شروع بکنیم. فکر می‌کنید که با توجه به تمام تحولاتی که از روز جمعه اتفاق افتاده، اگر که دونالد ترامپ برمیگشت به اون روز، کماکان ماشه رو میکشید؟ من فکر میکنم بله، آقای ترامپ همچی کاری رو میکرد. ببینید، زدن قاسم سلیمانی بعد از یک رشته اتفاقات و کنش های جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی نفکش ها رو توقیف کرد، به اونا حمله کرد در خلیج فارس و به آرامکا حمله کرد و پهپاد آمریکایی رو سرنگون کرد و رئیس جمهور آمریکا از خودش خویشتنداری نشون داد، با وجود اینکه خیلی شگفت زده بودن که ترامپ چرا پاسخ قاطعی به این مسئله نداده. و آمریکا احساس کرده که دریافت جمهوری اسلامی از اراده آمریکا اینه که آمریکا حاضر به پاسخگویی به تحریکات جمهوری اسلامی و این خطر وجود داشت که این دریافت اشتباه از انگیزه و نیت آمریکا تحت تنش رو بسیار بالا ببره و به جای خطرناک بکشونه. و به همین خاطر بود که آقای ترامپ برای ترمیم بازدارندگی احساس کرد که الان باید قاطع جلوی جمهوری اسلامی بایسته و
اگه پیام قاطعی بده که شما اگر از خط قرمز عبور کردین با پاسخ قاطعی آمریکا مواجه خواهید شد. بله. آقای فرهنگ فسار، فکر میکنید که اقدام دونالد ترامپ اون نقش بازدارنده‌ای که آقای صوفیا مهر بهش اشاره میکنند رو بازی کرده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. اول از همه تسلیت عرض میکنم این ضایعه بزرگ رو به تمام مردم ایران و سایر مردم منطقه، و غیر از اون یک تسلیت خیلی بزرگ عرض میکنم به تمام حقوقدانان دنیا و مخصوصا همکاران خودم در رشته حقوق بین الملل که یک کلکسیون تمام عیار از تخلف حقوق بین الملل رو ما در کمتر از 48 ساعت پشت هم دیگه مشاهده کردیم. حرف های تکراری، ببینید شما در آیه قبلا در برنامه‌تون چند روز پیشم فکر میکنم کلیپی صحبتی شد که خیلی هم پخش شد، اسم کارشناس محترم و یادم رفت، در خصوص مسئله پهباد یا تأسیسات عربستان و این حرف های بی نهایت بی ربط که در برنامه شما خیلی هم مشخصا بهش پرداخته شد، اسم کارشناس محترم فراموش کردم الان، در خصوص پهباد در فضای سرزمینی ایران بود و ایران وظیفه داشت که اون پهباد رو بزنه. خیلی جالب بود، همون موقع این آقای ترامپ برگشت گفتش که من از ایران متشکرم که اون همون نزدیکای هواپیمایی با سرنشین دیگه بود که انسان‌ها رو نکشت. خب ما آدم کش هم نیستیم البته، به هر حال این تفاوت ذاتی ماست به هر حال با دیگران، اما این اصلا حرف بی ربطی از حجر. در خصوص بحث آرامکو هم که همین اخیراً گزارش بیرون اومد آقای فرنگسال، اون یک مناظره بوده در شب گذشته، شما مثل اینکه دارین پاسخ یک مهمان دیگه برنامه میدین. اگر میشه الان پاسخ آقای صوفیا مهر رو بدین. آقای ترامپ موفق شده که قاطعیت نشون بده و اقدامش بازدارنده باشه از جانب ایران؟ نه، ببینید اولا که ایشون، من عرض کردم که صحبتم این بود که در برنامه‌های شما به همین صحبتایی که قبلا مهمان دیگر برنامه فرمودند پاسخ داده شده، من همونها رو تکرار کردم و میخوام بگم یعنی حرف بیهوده زدن. آره، ولی به هر حال من اگه بخوام بریم به تمام مناظره های هفته گذشته بپردازیم و پاسخ بدیم نمیشه. یه لحظه اجازه بدین آقایون، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا داره صحبت میکنه در پنتاگون، اون رو ببینیم، برمیگردیم به گفتگومون. حمایت بیدریقی از شرکای خودمون و متحدان خودمون در منطقه دریافت کردیم و همچنان بر مبارزه خودمون علیه داعش هم تاکید میکنیم. من از همه متحدان و شرکای خودمون میخوام که در این ائتلاف در عراق باقی بمانند. با ادامه همکاری ما برای شکست دادن داعش همچنان به حمایت خودمون از نهادهای عراقی هم ادامه خواهیم داد تا بتونیم که اطمینان حاصل کنیم که داعش شکست خواهد خورد. ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، اما ما آماده هستیم که یک چنین جنگی رو به پایان ببریم. برای اجتناب از جنگ نیاز هست که ایران تنش‌ها رو کاهش بده، به پای میز مذاکره بیاد و از خونریزی جلوگیری کنه. ایران باید از فعالیت‌های شرورانه خودش در منطقه دست برداره. همونطور که گفتم ما آماده هستیم برای اینکه با ایران صحبت و گفتگو کنیم، اما همچنین آماده برخورد قهرآمیز هستیم برای دفاع از منافعمون در منطقه. ایالات متحده قوی ترین نیروی دفاعی، نیروی نظامی در جهان رو داره. مردان و زنان ما در نیروهای مسلح از کشور ما دفاع میکنند و ما همچنان از اونها دفاع خواهیم کرد در برابر عملیات شورانه، از جمله عملیات ایران و نیروهای نیابتی اون. ما متعهد هستیم به تعهدات استراتژیک خودمون در خاورمیانه برای مقابله با حرکت‌های ایران، برای غلبه کردن بر داعش و برای حمایت از عراق برای اینکه کشور مستقل بشه. ما حملات علیه شهروندان آمریکا و منافع آمریکا را تحمل نخواهیم کرد و حق دفاع از خودمون رو اگر که باز دوباره نیاز بشه محفوظ می‌دونیم. الان به چند سوال شما پاسخ میدم. متشکرم. آقای وزیر، میخوام یک نکته رو مشخص کنیم که پیشتر صحبت شد، که بیننده بخشهایی از صحبت‌های مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون بودید که اعلام کرد که حملات علیه شهروندان آمریکا و مواضع آمریکایی رو محکوم می‌کنه و واکنش نشون میده، اما تاکید کرد که شروع کننده جنگی با ایران نخواهد بود آمریکا، اما اگر جنگی اتفاق بیفته آمریکا قطعاً پایان دهنده اون جنگ خواهد بود. برگردیم به گفتگومون با پرهام فرهنگ وصال و امین سوفی.
سوفیا مهر. آقای فرهنگ وصال، اگر ممکنه مشخصا به سوال آقای سوفیا مهر پاسخ بدید که آیا حمله و کشتن قاسم سلیمانی از جانب آمریکا اون بازدارندگی رو که آقای سوفیا مهر بهش اشاره میکنند به دست خواهد داد؟ من امیدوارم دوباره صحبت ما قطع فقط نشه در ابتدا. حالا دوستان دیگه شما از تل آویو یا ریاض یا جاهای دیگه بخوام بس بشن. برای آقای فرهنگ وصال برنامه خبریه، اگر که اتفاق زنده بیفته ما برنامه گفتگو رو قطع می‌کنیم. اینجا شبکه خبریه، اگر که یعنی به هر حال ساختار یک شبکه خبری که اگر اتفاق مهمی بیفته قطع بکنیم بریم. صحبت کردن یه آقای اونجا حرفای تکراری زدن، اون آقا وزیر دفاع آمریکا با ایران درگیره و شنیدن صحبت‌هاش بسیار مهمه. پس اجازه بدین، خب باشه، حالا شاید دوستان دیگه شما اگر این حرف زدن، امیدوارم اجازه بدین من جمله‌ام رو پس تمام بکنم، صحبتم رو انجام بدم. ببینید، من نمیدونم صحبت از بازدارندگی نسبت به چی، نسبت به دفاع از تمامیتی که وجود دارد جوابش مشخصه. این نمایش که امروز ما در این چند روز توسط ملت ایران دیدیم با این حرفای بی حسابی که میگن، با اتوبوس، من نمیدونم حساب کنن چند تا اتوبوس میخواد این تعداد آدم، تا کی میخوام روی یک موزه باطلی تکرار بکنیم. این جمعیت، این جمعیتی که حاضر جان بده، من تسلیت، یک تسلیت دیگه هم باید بگم خدمت تمام خانواده کسانی که درگذشتگانی داشتن در این چند روز. در تهران ما دیروز تلفات داشتیم، در کرمان هم امروز مضاعف، یعنی مردمی که میدانند چه وضعیتی ممکنه اتفاق بیفته، اما با تمام وجود برای اینکه ملتشان، برای اینکه میهنشان، برای اینکه تمامیت وجودشان مورد حمله قرار گرفته که با هیچ با منطق بربریت هم حتی جور در نمیاد. ما وقتی در حقوق بین الملل صحبت میکنیم از قوانینی صحبت میکنیم، ریشه هایی از قوانین حقوق دوران رومی و دوران برده کوروشی رو صحبت میکنیم که حتی در آن موارد هم کسی که برای گفتگوی صلح داره وارد میشه، حتی برده داران این کارو نمیکردن. یعنی ما با یک موجودیت وقیع تو همین حد آقای اس اوپنهایمر، یا اوپنهایمر که اون بمب اتم سازشون بود، نمیدونم این آقای آمریکایی دیگه ای که اومده اینجا میگه فعلا رئیس جمهور ما همینه، ما هم که همینیم، علاقش هم اینه، مدل صحبت کردنش اینه، اینجوری هم که آدم میکشیم بالاخره همینه که هست. بله، من گرفتم نکتتون آقای فرهنگ وصال. آقای سوفیا مهرهایی، فکر میکنید که اینطور که آقای فرهنگ وصال میگن کشته شدن قاسم سلیمانی حمله به تمامیت وجود مردم ایران بوده؟ به هیچ وجه. این یه توهینیه به مردم ایران که شخصیت مردم بزرگ ایران و با این فرهنگ درخشانشون به یه شخصی تنرسل بزنید. آقای فرهنگ وصال اجازه بدید آقای سوفیا مهر اجازه دادن شما صحبتتون رو بکنید. بله، من اصلا رشته افغانم گسسته شد از این همه، واقعا نمیدونم میشه چه بیدونم، متاسفم. به هر روز نخیر به این سرش این چیزی نیست، این احساسات رو چش میکنه. شما مثلا در سال 1982 به سوگواری مردم شوروی برای مرگ برژنف نگاه بکنید، شما مثلا سوگواری برای رئیس جمهور رهبر پیشین کره شمالی توجه بکنید، شما به اصطلاح مراسم مرگ ماو در چین، حکومت های فاشیستی ابزارهای لازم رو دارن برای به اصطلاح تحقیر عقول مردم و به اصطلاح قرار دادن پایه های قدرتشون روی احساسات و هیجان. 40 سال در ایران این هیجان گویی و این هیجان باوری و این هیجان اندیشی در ایران حاکم بوده و الان ایران رو به لبه پرگاه و بحران کشیده شده. شما حتی اگر موافق جمهوری به نظر میاد که ارتباط ما با امین سوفیا مهر مشکل داره. آقای سوفیا مهر، میشنوید صدای من رو؟ بله، من صدای شما رو دارم. ادامه بدید، ببخشید صحبتتون قطع شد. بعد این کوبیدن بر تبل ملی‌گرایی در حالی که خود این حکومت منشأ بحران‌های امنیتی برای ایران واقعا هیچ توجیهی نداره. ببینید، اگه ما بخوایم شرایط جمهوری اسلامی رو به زبان استعاره توضیح بدیم، شما فرد گرسنه‌ای رو در نظر بگیرید که کاسه در مقابلشه، یک چهارم روئین و سطحین این کاسه عسله و سه چهارم
میبینه اون سمه. جمهوری اسلامی چون که گرسنه بوده، چون که دچار جنون ایدئولوژی بوده، این لایه یک چهارم عسل خورده و الان به اون لایه سم رسیده. اگر این سم رو بخوره مسموم میشه و اگر این سم رو نخوره از گرسنگی میمیره. ببینید الان آقای خامنه‌ای ایران رو در وضعیت قرار داده که اگر پاسخ نده حیثیت و آبروش رو از بین میده و اگر پاسخ بده هستی و قدرت و چه بسا هستی ایران رو برباد میده. اسم این خردمندی نیست، اسم این سیاست خارجی نیست، با رگ گردن بیرون زدن و دهن باز کردن و چشم بستن به دنیا و آدم و عالم فحش دادن، اسم این سیاست خارجی نیست. این تفلان سفیر سیاست خارجی رو پرورش دادن و در رسانه ها. بله آقای فرهنگ، فرهنگ وصال، آیت الله خامنه ای پاسخ نده مشکلاتی خواهد داشت، پاسخ بده هم تبعات خیلی جدی داره. فکر می‌کنید آیت الله خامنه ای چی کار باید بکنه در این موقعیت؟ پاسخ نده، اولا ایشون حضرت آیت الله خامنه ای خیلی بهتر میدونن چی کار بکنن. من در جایگاهی نیستم که به ایشون یا به هر کس دیگه روی کره زمین بخوام بگم چی کار بکنن. اما این پاسخی هم که ایران باید بده پاسخ یک شخص نیست، پاسخ یک ملت، اصلا ربطی به یک شخص حالا چه پاسخی بده؟ بله. و اینکه آی بدهد ندهد نداره، پاسخ هم باید داده شود، پاسخ قاطعانه گفته شده. این پاس اینا نظر من نیست، ما یا میخوایم بشنویم صدای یک مردمی رو یا نه. پاسخ انتقامه. اما این انتقام یعنی چه؟ این انتقام آیا یعنی خون به پا کردن؟ از نظر بنده نه درست است و نه این اتفاق خواهد افتاد. پاسخ مقامات ایران هم کاملا مشخص بوده. انتقام به نظر آن چیزی که گفتند به معنای واقعی کلمش یعنی بریده شدن پای آمریکا. یانکی گو هوم، آمریکا برگرده بره خونه خودش، غرب وحشی برگرده بره خونه خودش. خیلی 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 ساده است، خیلی خیلی 6000 مایل فاصله نگیره از مرزهای خودش، بیاد توی منطقه ما، توی منزل ما، توی فلات ایران چه کار میکنه اینجا؟ خیلی ساده است. انتقام یعنی این حمام خون به پا کردن، نه در ذات ایرانیه، نه در ذات اسلامیه، نه وجود داشته، نه اصلا این ربطی به ما نداره. خونریز مشخصه کیست. کسانی که بیشترین کشتار رو در جنگ انجام دادن، شما حساب بکنید تعداد روزی نبوده در پس از پایان جنگ جهانی دوم تا الان روزی نبوده که دولت آمریکا به نحوی در گوشه از دنیا درگیر یک جنگی نباشه، اصلا روزی وجود نداشته. چه کسی خونریزه اینها؟ خب حالا این چه پاسخیه که آیا پاسخ بده؟ مسلما پاسخ خواهد داد، ایران پاسخ خواهد داد، رهبری ایران مسلما به خاطر وظیفه قانونی که داره. من اصلا وظیفه قانونی رهبر ایران اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه خاورمیانه است آقای فرهنگ وصال؟ نه خیر، باز من تکرار میکنم، وظیفه قانونی من کاری به شخص ندارم. اقدامی انجام شده بر علیه امنیت ملی ایران، نه فقط به صورت صحبت، به صورت کاملا عملی با نقض فاحش حقوق بین الملل. وجود آمریکا الان در خاک عراق وجود غیرقانونی است، به خاطر اینکه به دلیل بسیار واضح، همین الان خودتون گفتین در سوالات خودتون از اون حضرت آقای آمریکایی هم بود که وقتی که دولت عراق، مجلس عراق تصویب کرده که باید بروند، این اصلا چه معنایی میده جز یک درنده خویی عجیب و نادیده؟ که حتی ما صادق باشیم، حتی در دوران اوباما ما یه همچین چیزی رو حداقل اینقدر عیان نمیدیدیم، واقعا نمیدیدیم. حتی در مورد بوش هم ما نمیدیدیم. یعنی ما به آمریکا به یک مرحله ای از جنون گاوی رسیده که اصلا شناخته شده نیست. این مسلما مقابله کردن با همچین چیزی، نه فقط شما صحبت از رهبر ایران میکنید، این یک وظیفه جهانی، یک international obligation، این مبارزه با تروریسم جهانی است و این کاری است که همه دنیا باید انجام بده. اما چرا اروپایی ها نمیتوان، اجازه بدید من این نکته جمله رو تمام کنم، چرا اروپایی ها نمیتوانند انجام بدن؟ فکر میکنم در برنامه دیگر شما گفت به خاطر اینکه اروپایی ها قدرت لازم رو ندارند و دست و پابسته هستن جلوی آمریکا. اما من دارم اینجا زندگی میکنم، کار میکنم، این صحبتی که میکنم اینجا دارم با بچه های این کشور دارم در حد خودم، حالا من ادعایی ندارم، تدریس میکنم بهشون، به هر حال این اصلا یک چیز واضحیه. این وقاحت عجیبی که اجازه بدید آقای صوفیا مهر 30 ثانیه لطفا جمع بندی نهایی. بله ببینید، جمهوری اسلامی مسئول به اصطلاح ابر بحران هایی رو که ایران چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه روابط بین الملل مسئول اصلی جمهوری اسلامی و این بنای کجی در 40 سال پیش گذاشته شده. شما میتونید اشتباه خودتون رو بارها و بارها تکرار کنید،
و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشیم، اما واقعیت منطق بیرحمی داره و اون منطق بیرحمیش رو بر شما تحمیل میکنه. واقعیت به احساسات ما گوش نمیکنه و بغیر نمیدهد. اگر که ما بخوایم تکرار به زبان انگلیسی میگن که دو اشتباه یک اشتباه رو به اصلاح به کار درست تبدیل نمیکنه. جمهوری اسلامی 40 سال بر این راه اشتباه تکیه کرده، انتظار نتیجه متفاوتی داشته و این اتفاق نمیفته مگر اینکه جمهوری اسلامی به اون هدف اصلی خودش که نابودی هستی ایرانیه برسه. بله. آقای فرهنگ وصال، شما هم لطفاً اگه جنبندی دارین در 30 ثانیه. جنبندی خود به نظر من وضعیت مشخصه. کاری که ایران باید قاطعانه انجام بده آن چیزی است که در ادبیات فولکلوریک به عنوان انتقام گفته میشه، اما روش خردمندانه تجمیع تمام قوا، این تمامیتی که من واقعاً رشک برانگیزه که من نتونستم و سهم خودم حضور داشته باشم در ایران. من افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم، افتخار میکنم، میبالم به ایرانی بودن خودم، به مردمی که این شور و شوق، به مردمی که مشکل کم ندارن در زندگی، فراوان مشکل دارن، مشکل اقتصادی و غیر اقتصادی و عناوین مختلف، اما وقتی پای تمامیت ملیتشون، هویتشون پیش میاد، هیچ چیز اینها رو از هم دیگه جدا نمیکنه و من مطمئنم که پیروزی بزرگی نصیب این ملت خواهد شد. متشکر از شما. پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل از ژنو سوئیس و همچنین امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی. ممنون از هر دوی شما. از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، اروپایی‌ها تلاش کردند که جلوی تشدید تنش را بگیرند. وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا امروز در بروکسل جمع شدند تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره این بحران گفتگو کنند. در لندن هم وزیر دفاع بریتانیا به مجلس رفت تا درباره عملکرد دولت به نمایندگان توضیح دهد، موضعی که با انتقاد حزب اصلی مخالف دولت مواجه شد. بهرنگ تاجدین همکارم دنبال کرده آخرین خبرها را از پارلمان بریتانیا. وزیر دفاع بریتانیا چی گفت دقیقاً؟ ببین، ما در مورد موضع کلی بریتانیا و بقیه کشورهای اروپایی عضو برجام از قبل هم میدونستیم. همه صحبتشون از اینه که به دنبال کاهش تنش در منطقه به خصوص بین ایران و آمریکا هستن و صحبت از این میکنن که همه طرفها باید خیشتندار باشن. صحبت‌های امروز وزیر دفاع بریتانیا در مجلس دو سه تا نکته جدید ولی داشت. یکی اینکه چرا این حرف رو می‌زنن؟ چرا هی صحبت در مورد ایران می‌کنن؟ میگفت به خاطر این و صحبت آقای والاس این بود که ایران بوده که تنش ایجاد کرده و به همین خاطر که ایرانه که الان باید خیشتنداری نشون بده از خودش. و در نتیجه به نظر میاد که موضع بریتانیا به طور خاص اینه که برای کاهش تنش اول باید ایران پا پیش بذاره و بعد در کنار این بریتانیا داره یک سری اقداماتی رو هم در منطقه انجام میده. یه قسمتایی از صحبتهای آقای والاس رو با هم ببینیم. آمریکا مطمئن است که سرلشکر سلیمانی به بغداد آمده بود تا حمله های فوری را علیه دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکا ترتیب دهد. بریتانیا همیشه از حق کشورها برای دفاع از خودشان دفاع می‌کند. وزارت دفاع نیروهایمان در منطقه از جمله هلیکوپترها و ناوها را به حال آماده باش درآورده تا اگر لازم شد کمک کنند. برای تأمین امنیت پرسنلمان، پرسنل غیر ضروری را از بغداد به تاجی منتقل کرده‌ایم. نیروهای ائتلاف از جمله بریتانیایی‌ها تمام فعالیت‌های آموزشیشان را معلق کرده‌اند و به عنوان بخشی از یک برنامه‌ریزی احتیاطی تیم کوچکی برای کمک به پایش وضعیت و برنامه‌ریزی برای حالت اضطراری به منطقه اعزام شده‌اند. شکی نیست که از مدت‌ها قبل از مرگ سرلشکر سلیمانی ایران فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را افزایش داده بود. چنین رفتار خصمانه‌ای از قتل مخالفانش در اروپا گرفته تا سرقت کشتی‌های غیر نظامی طبیعتاً بی‌پاسخ باقی نمی‌ماند. آقای رئیس، دولت بریتانیا از ایران می‌خواهد که به رفتار عادی کشوری که می‌خواهد باشد بازگردد و در برابر وسوسه انتقام‌گیری مقاومت کند. عملکرد دولت مورد انتقاد بعضی از سیاستمداران در اینجا قرار گرفته. انتقادها چیه دقیقا؟ یه سری انتقادهای شکلی داریم.
انتقاد از این که بوریس جانسون موقعی که این اتفاق افتاد در تعطیلات در جزیره در دریای کارائیب به سر می برد و تعطیلاتش رو نیمه کاره نذاشت بلافاصله برگرده و 4-5 روز طول کشید تا اصلا شورای عالی امنیت ملی بریتانیا جلسه گذاشت. این انتقادات شکلی و بازی‌های سیاسی به کنار، یه قاعده‌ای در بریتانیا وجود داشته، معمولاً دو حزب بزرگ سر مسائل عمده سیاست خارجی با هم اختلاف عمده‌ای ندارن، اما سر این داستان حزب اصلی مخالف، حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین که خب جزو جناح چپگرای این حزبه، به نظر میاد تو این مورد خاص با دولت بوریس جانسون اختلافات جدی داره و مهمترین اختلافی هم که داره یکی سر اینه که آیا اقدام آمریکا قانونی بوده یا غیر قانونی، این قتل بوده یا ترور، و دومش این که خطرات حمایت بریتانیا از چنین اقدامی از نظر حزب اصلی مخالف خیلی زیاده. ببینیم. قتل قاسم سلیمانی عملی بسیار خصمانه و خطرناک است که ممکن است به شروع جنگ خونین دیگری در خاورمیانه منجر شود. آقای رئیس، غیر از این است که نخست وزیر از ایستادن جلوی رئیس جمهوری آمریکا وحشت دارد، چرا که بخت خود را به یک توافق تجاری سمی با دونالد ترامپ گره زده است؟ در چنین وضعیت خطرناکی دولت با اقدامی ابراز همزاد پنداری می کند که به طور وسیعی یک عمل غیرقانونی شمرده شده، چرا که مصمم است آقای ترامپ را راضی نگه دارد. این ترور نظامیان و شهروندان بریتانیا و نیز مردم منطقه را به خطر می اندازد. مسئله کارنامه سلیمانی در منطقه نیست. سابقه یک مقام رسمی هرچه که باشد، اصل و قانون این است که ما نباید راه بیفتیم و رهبران خارجی را ترور کنیم. بدون نشان دادن شواهدی از خطر فوری، چون این کاری غیر قانونی است. دیگه چه بحثای امروز مطرح شد در مجلس؟ ببین، مهمترین نکته‌ای که توی حرف آقای کوربین هست، اون کلمه رو به کار نبرد ولی در واقع بر داستان سایه انداخته، بحث برگزیته. این که دوباره راه‌ها به برگزیت ختم شد. همه این راه‌ها در این کشور تا اطلاع ثانوی به برگزیت ختم میشه، به خاطر اینکه وقتی صحبت از قرارداد تجاری با آمریکا میکنه، اون قرارداد تجاریه که بعد از برگزیت دولت بوریس جانسون امیدواره که با آمریکا ببنده، و الان واقعیت اینه که دولت فعلی بریتانیا توی موقعیت خیلی ناجوری قرار گرفته. یعنی یه بندبازی شده که داره یک بند خیلی نازک رو توی ارتفاع خیلی بالای داره تلاش میکنه از روی این رد بشه، به خاطر اینکه از یک طرف 3 هفته دیگه داره از اتحادیه اروپا خارج میشه، اما به صورت سنتی توی بلوک اروپا بوده توی دیپلماسی جهانی و نمیخواد اروپایی‌ها رو ناراحت کنه، چون میخواد توی یک سال آینده با اتحادیه اروپا هم یه قرارداد درباره روابط تجاریشون بعد از برگزیت ببنده، از اون طرف هم میخواد با آمریکا یک قرارداد تجارت آزادی ببنده، و در نتیجه میخواد دونالد ترامپ رو که خیلی این مسائل رو شخصی میگیره، دونالد ترامپ رو هم راضی نگه داره، و همین وضعیت باعث شده که خیلی ها بیان از دولت آقای جانسون انتقاد کنن، بگن که شما به جای اینکه جلوی دونالد ترامپ بیستی، داری همینجور دنبال روی بیچون و چرا از آمریکا انجام میدی، و نگرانی اساسی از اینه که همونطور که تو صحبت‌های آقای کوربین هم شنیدیم، نگرانی اساسی از اینه که کار به یک جنگ بکشه. بله. و بریتانیا هم مجبور بشه وارد چنین جنگی بشه. متشکرم همکارم بهنگ تاجدین در استودیو. ما به پایان 60 دقیقه رسیدیم. البته قصد داشتیم به واکنش یونسکو به تهدید به مکانهای فرهنگی ایران از سوی دونالد ترامپ هم بپردازیم که متاسفانه فرصت نشد در این 60 دقیقه براتون پخشش بکنیم. امیدوارم که بتونیم فردا به این موضوع بیشتر بپردازیم. ممنون از همراهی شما. فعلا شب باشید.